خب شنوندگان عزیز، دوستان گرامی، برنامه رنگین کمان رو پی میگیریم. الان حدود 11:47 دقیقه هستیم و مهمانی داریم که به هر حال همتون دوست می‌دارید و خدمت رو عرض کنم که ضمناً بهتون این مژده رو بدیم به خاطر مهمانمون 15 دقیقه هم موافقت شده که برای اولین بار در تاریخ این برنامه ما اضافه تر فقط خواستم بهتون بگم که ساعت 12 شال و کلا نکنید، از ما خدافظی کنید، ما هم از شما خدافظی نمی کنیم. مهمان عزیزی داریم که سالیان سال هست که در کنار مردم و با مردم و هم صدای با مردم است. مهمان عزیزی که دوستداران خودش رو داره و همیشه با کلامش، با بیانش، با ترانه های زیباش در کنار مردم بوده. به هر حال دوستان عزیز و گرامی، خدمت رو عرض بکنم که ما لو بدیم دیگه. البته چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان؟ آره دیگه، اون یه مقداری عیان شد. آرمینه قضیه رو بربلا کرد، اما باز هم صحبتی بکنیم بهتره که مهمان عزیز ما کسی نیست به جز داریوش اقبالی که در استودیو هست و ما هم در کنارش هستیم و در مورد همبستگی چند وقتی است که من فکر میکنم از زودتر از همه در مورد همبستگی داریوش فراخوانی داد در کنسرت نیویورک که ما رو بران داشت. بعد از اینکه البته واشنگتن هم صحبت هایی کرد، مصاحبه ای کردیم به اتفاق هم که رسانه‌ای شده تقریبا، و امروز هم ازش دعوت کردیم که با لطف علیرضا حکمت شعار برحال ایشون تشریف آوردن در رادیو و در خدمتش هستیم. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم به شما، فناز کنم آی خیاط باشی استاد عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و این تأخیر من بذاریم به حساب ترافیک و علیرضا عزیز. ممنونم که یک رو برنامه رو اضافه کرد که ما بتونیم با هموطنانمون صحبت کنیم. بسیار خوش آمدی، خسته نباشی. آخر هفته هم که کانادا بودی، ببینیم این همبستگی هایی که شما دعوت کردی، فراخوان دادی و چه عکس العملی داشتی. من که دیدم همبستگی کلن تعریفی که داره، من در برنامه های آینه‌مون هم مطرح میکنیم، یک واژه و یک پدیده آموزشیه و بیشتر باید یاد بگیریم. همبستگی رو خیلی ها از بعد سیاسی نگاه میکنم، ولی من از بعد انسانی که نگاهش کنیم میبینیم طبیعتا ما انسان ها شعور داریم، عقل داریم. همبستگی هم این معنا رو پیدا میکنه که من با یه نفر دیگه متفاوتم، مخالفش نیستم، متفاوت هستم، ولی میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم. و یکی از کمبودهای بزرگ جامعه ما همین عدم پذیرش دیگری است که ما تحمل همدیگر رو داشته باشیم، تحمل مخالفمون رو داشته باشیم. اکثران هم موقعی که صحبت میکنن، مثلا کنشگران، فعالین سیاسی، رهبران سیاسی، میخوان اون چیزی رو بگن که خودشون در ذهن خودشون، نمیخوان بشنون، شنونده خوبی نمیخوان باشن، میخوان گوینده خوبی باشن. همرنگ نیستن. به غیر همرنگی، نه همرنگی اتفاقا دارن، یعنی به نظر همرنگ که نیستن اصلا، و همشون هم معتقدن حرف من درسته، اون منیت ها به ما میگه که من درست دارم میگم، راه و روش من درسته، ایدئولوژی من بهتر. این غرور و منیتی است که اکثر انسان‌ها دارن. و قدرت یک پدیده بیمارگونه است که به جان خیلی‌ها میفته و احساس می‌کنن
همه چیز رو میتونن تغییر بدن، قدرت دستشونه، از انسانیت دور میشن، از همدردی دور میشن، از همراهی دور میشن. این پدیده ها گریبانگیر جامعه ایست که الان وارد میدانه، داخل میدانه. من همیشه در همبستگی خطابم به کسانی است، رهبران سیاسی که نشستند و فتوا میدند و فراخوان میدند، اینه که ما باید وارد میدان شد، همبستگی رو با هم دیگه تمرین کنیم، یاد بگیریم، چرا که آینده ایران متعلق به طیف‌ها و فکرهای مختلفه و الا باز گریبانمون رو تک حزبی خواهد گرفت و تاریخ دوباره باز تکرار خواهد شد. و فردا هم که یک